فشار لنز، ابروها لیفت، بعد لب ژل، صورت فک، کلی مواد افزودنی به خودت زدی اونجا بابا. بعضی از مواد غذایی هستن که هیچ موقع خراب نمیشن، اینقدر مواد افزودنی ندارن که شما داری. واقعا من از اون اول که شروع کردم به کلیپ ساختن تا الان همش سعی میکردم که مساحت صورت اینا رو حساب کنم، بعد هیچ جوری هیچ وقت موفق نشدم. آخه خاله بابا نمیشه مگه شما مدل ریاضی اینجا مثلا میاد رو تست کنن مساحت‌ها رو حساب کنن؟ ببین من میدونم از اونجایی که هیچ کدومتون نتونستید تا حالا مساحت صورت‌ها اینا رو حساب کنید، میخوام بهتون یه پیج معرفی کنم، پیج حضرت ریاضی. یکی از بهترین پیج‌های آموزش ریاضیه که کلی معما میذاره و ریاضی رو با ادبیاتی بهتون یاد میده که هیچ موقع فراموش نکنید و از یادتون نره. و به جز زیر ویدیو تگ میکنم، حتما برید سر بزنید پستاشو ببینید، فالوش کنید ببینید که چجوری. همه تدریس‌های حضرت ریاضی هم به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار میگیره تا در این اوضاع کرونایی بتونن همه ازش استفاده بکنن. پیج حضرت ریاضی رو تگ کردم، حتما سر بزنید فالوش کنید. خب دوست داری گناه خیلی تو پرسته بودیم که سیب زمینی رو چجوری میخوریم به این طریق نوبده باشون دردت رو نکنم. ببین خاله معمولا وقتی شما آموزش خورد و خوراکاتو به ما میدادی یه نکته ای رو همیشه خوب رعایت میکردی که خوب میل کنی، ولی الان اشتباه کردی، گاز زدی، دندونت خورد بهش، نمیشه دیگه، سوختی، گیم آور شدی. اینجوری نیسته، شما باید کامل بگذاری تو دهنت، سعی کنی که قورتش بدی اون سیب زمینی رو، اینجوری شما اون سیب زمینی اذیت شد الان. بعد ولی یکی از سوالای ذهنی من همین الان برطرف شد، من فکر کردم این آهنه که اینجوری گذاشتی این آهنه همیشه موقع خوردن اذیت میکنه، الان فهمیدم که شما از این ور میخوری غذاها رو. واقعا فکرتون خیلی منفیه، یه کوچولو به فکر مغز منفیتون باشید، یه درجه دیگه منحرف بشید به راه راست هدایت میشید از بس منفی و منحرفید شما. من دارم سیب زمینی رو میگم. حالا دنیا شما خسته نشدی از بزاشیه زدی خواننده های مختلف کشوری رو تست کردی؟ نمیشه که اینجوری، باید یه سراغی به کلیپ سازه اینستاگرام هم بزن ما هم زحمت میکشیم چهار تا بازیگر تست کن. نمیشه اینجوری که با ما دوتا با هم عکس داشتیم، منو ول کردی رفتی با اون؟ نمیشه که بابا من خوبم خدا وکیلی. بابا اون چی آخه، درست خواننده است ولی خب خواننده ای که میاد با تو حاشیه میزنه رو دیگه با ول کنی بندازی بره خدا وکیلی. نمیشه که اتوبان تهران شمال دیدی چقدر طول کشید بزنن، ولی اتوبان ایران ترکیه رو خیلی سریع میتونن بزنن، اسمش هم بذارن دنیا جهان بخت، یه اتوبان شده واس خودش. اگه بخوام تو ترکیه یه تونل جدید بزنن اسمش رو بذارن دنیا تونل، خیلی راحت، خیلی هم میاد با مسمی، اسمش اصلا بهش میخوره. شما یه رزومه ایشون رو نگاه کن، خفه کردن و چپ کردن و ساسی و فلانی و بیسالی و اینا. دو روز دیگه هم شما میخوای یه سایت بزنی واسه ما کارهای بدبخت بکنی؟ نمیشه که اینجوری. میام شلوار جفتتون رو میخورم، تیم جنگی جیکسیلیتیا رو میریزم روتون بیاد بالا سرتون، اینجوری نمیشه خدا وکیلی. بعد تو تیم جنگی هم من تو تیم جنگی من یه چهار تا خواننده میذارم که شما دوست داشته باشی، به مزاجت هم سازگار، خدا رو شکر. لطفا دوباره تپ تپ بزنید روی ویدیو، لایکش کنید، به پیج ما سر بزنید، بقیه ویدیو هم ببینید، حتما حتما نظرتون رو کامنت کنید، به دوستاتون هم بفرستید. ای خوب سلام، من مزوره اومدم تو شما یه حرکت سخت دیگه یاد بدم که شما هم یاد بگیرید. خدا رو شکر آهنگ بر طبل شادانه بکو پلی کنه. بر طبل شادانه بکو، پیروز و مردانه بکو، برخیز و برچم. بالاخره شما یه بار توی یکی از ویدیوهات لباس پوشیدی ما تونستیم ویدیو شما رو استفاده کنیم. خیلی وقت بود شما تو مخ من بودی، می‌خواستم رندتو بزنم دیزت کنم، از بس وضعیت حجابت نامشخص و نامعلوم بود من نمیتونستم هیچ کدوم از ویدیوهات استفاده کنم، سوژه کنم. ببین خاله شما نباید اصلا رو به ورزش فوتبال می‌بردی، با اون چیزی که داری نشون میدی تو پیجت و ویدیوهات اصلا فوتبال بهش نمیاد. درست خوب رو پای می‌زنی می‌ریزی بیرون و اینجور داستانا، ولی شما باید مثلا ورزش‌های دیگه رو تست می‌کردی. مثلا یه دونه من از اونجایی که من هیچ جوره به هیچ ورزشی مثلا سمتش گرایش ندارم و رو به اعتیاد آوردم، خب هیچ کدوم از ورزش‌ها رو اسمشو نمیدونم. مثلا شما یه ورزش هست یارو پاشو قفل میکنه دور گردن اون یکی، مثلا اونو باید مثلا بری. مثلا اون یکی ورزشی هست طرف دورخیز میکنه جفت پاشو اینجوری کف پاشو میذاره رو سینه، خیلی ذهنتون منحرفه. ببین ندیدید من فکر کنم تو فیلم‌های جنگی طرف پاشو میندازه دور گردن یارو پرتش میکنه اون، ولی مثلا میپره جفتو میزنه تو تخت سینه یارو میرقه. این خالمون باید بره جزء اون فیلم‌ها تو اون فیلم‌ها بازی کنه. این فوتبالی که انتخاب کرده به اون شغلی که در ذهنش هست میخواد بهش برسه نمیخونه، همخوانی نداره. میدونستید ما نینی ترین زوج اینستاگرامیم؟ زوج نینی اینستاگرام که میگن ما این ما
چشم حسود کور بشه ایشالله. نمیخواییم بگید خوشبخشیم؟ نینی کی بودی تاس؟ بس شیشه گرفت بعد باشگم کرده چشات، ابروهات، دندونات. این دندونات مندونات که گفتی همش فیکه، یعنی شما بری یه دونه ببعی رو بذاری تو مطب دکتر، همین رو میتونه ازش در لبا رو ژل بزنه، دندوناشو اونجوری کنه، چشاشو لنز بذاره، همینقدر قشنگش کنه. خدا وکیلی خاله، اینی که باهاش رفتی دارید زیت بازی میکنید با هم دیگه، هنوز وقت شیر طبیعیش تموم نشده، باید همچنان شیر طبیعی استفاده کنید. بعدن که چند سال دیگه عرعرش در اومد باید شیر شیشه ای بخوردش بدید. الان خیلی خدایا بنده با 700 هزار تا فالوور سینگلم، سالهاست دارم میمیرم از سینگلی. تو را دیده رد داده قلبم، نماشی میرم حتما، آقا یه جایی از قلبم زدی که نزده بودی چی قبلن، دلم میخوای جایی شیک و فیکا، تو باشی و من یه موسیقی ایتا، زبونم بگیره بخوام بگم میخوامه چی میرم امامامامام بیتا ایتا، هنوزم یه تاره مطابه. ببین اوضاع چقدر خراب شده که این دوتا تباه دارن اون دوتا تباه رو مسخره میکنن. ببین ما خودمون اینا رو سوژه میکنیم، ببین چقدر وضعیت خرابه، اینا دارن اونا رو سوژه میکنن. بعد خاله شما چرا قیافه خودتو اینجوری کشیدی، انقدر زشتی؟ شما فکر کنم حواست نبوده قبل عملاتو کشیدی، چون قطعا که بعد عملت اینجوری نمیشه. اون پیچا رو نکشیدی، اون میخا که زدی زیر لبت اینجوری آوردی بالا اونا رو نکشیدی، ولی اوضاع خیلی خرابه. حواستون به این روزا اینستا باشه که این دوتا تباه دارن اون دوتا تباه دیگه رو مسخره میکنن. دخترها همشون مثل من جوجه پوری راست خوابیدن، من جوجه پوری راست خوابیدن میشن. البته دختر بعد این جوجه پوری راست خوابیدنش بعد بره به خودش برسه. من که اینجوریم، همیشه اینجوری بیدار میشم از خواب. همینه که از دوست دارین دوست دارین دوست دارین بودم دوست دارین. فکر می‌کردم این لوازم الحاقی که بهتون وصل کردید، پیرسینگ و میخوینا، اینا رو شب می‌کشید با هم بردستی پیش گوشتی یه چیزی پیچاتونو در میارید بعد میرید می‌خوابید. الان که ویدیو بیدار شدن رو دیدم فهمیدم نه با همینا می‌خوابید، سختتون نیست، اذیت نمی‌شید شما؟ ما که اذیت می‌شیم اگه اینا شبا بهمون وصل باشه. بعد اینکه جولیده بیدار بشی یا ساده بیدار بشی بستگی داره بستگی داره به دیشب که چه جوری خوابیدی، چه اتفاقاتی افتاده، بستگی به اون داره جوریده بودنش. همه مثل شما خواب بیدار نمیشن که بالاخره سخته دیگه، شنبه با اسقر، یک شنبه با اکبر برنامه نوشتی واس خودت واس شبا، من میدونم اینو. این به اون بستگی داره. یکم هم کمتر بریزید بیرون. مرسی دوباره تپت بزنید رو ویدیو، لایکش کنید، حتما نظرتون رو کامنت بذارید، به پیج ما سر بزنید، برای ویدیومون برید اگه دوست داشتید فالو کنید. سلام دوستان زریا امروز بردم کلینیک، زریاشم بردمش کارهای زیباییش انجام داد. دوستان مرد با پولدار باشه، اون کسی که قشنگه باید زری باشه. این زریتون درسته واسهش هزینه کردی ها، ولی احتمالا قطعاتشو چینی انداختن نساخته بهش، قشنگ نشده. ما هر چقدر داریم نگاه میکنیم میبینیم قشنگ نشده. باید درسته سفید میکنن یه کوچولو که بهشون بیاد، ولی دیگه جن نمیکنن که دیگه. شما خیلی مالیدی، دیوار خونه رو میخوان رنگ کنن یه کوچولو توسی قهوه ای چیزی بهش قاطی میکنن که سفید سفید نشه دلو بزنه. شما رفتی گفتی بمال بره. ابروها رو ما شنیدیم میگن اونایی که ابرو ندارن مثلا روش تتو میزنه یه چی میکشن روش، نه اینکه تیغ بندازی از صفر کلا بزنی بره. حالا ما نقاشی کشیدنی میگفتیم آه هست کلاشو میذاری، ابرو رو باید اونجوری بکشی نه اینجوری. مگه انگری برز ابرو رو اینجوری کشیدی بردی بالا؟ مرد باید پولدار باشه. اوکی ما شما پولداری، بعد بیل گیت شما اولی، ما اینو همه جا میگیم. کسایی که برای مدلینگ تمایل دارن میتونن به دایرکت بنده مراجعه کنن، بدون هیچ گونه ورزش. من این اندام رو دارم و اندام خیلی نچرال و خوش پیکر. خدای خیلی خفنم. آره دیگه بالاخره شاگردای رونی کولمن اومدن عرصه رو به دستشون گرفتن، دارن بازو میگیرن برای مون. نگاه اون پشت سر پاندای کنفوکار داره پلی میشه. شما بشین همونا ببین، چیپس و ماستتو بخور، با بقیه کارا کاری نداشته باش. من شنیدم به اسم مدلینگ خیلی ها رو بردن دبی این ور اون ور بیزینسشون کردن، و من میترسم تو هم سنت پایین زورت به کسی نمیشه ببرن تو را ازت استفاده های غیر مدلینگی کنن ازت به اسم مدلینگ. بعد اون موقع تو با این وزنت خب تحمل هیچ چیزی رو نمیتونی داشته باشی، میترسم بشکنی. چیزی من چند بار به تو گفتم خسته شدم، سه تا سال تحصیلی پشت سر هم من به تو گفتم درس بخون که گوی بشی، هم حضوری درس نخونی هم الان آنلاین درس نمیخونی. من فکر میکردم خودم فقط 30 کیلو هم، این 28 کیلو هم پایین تن مربع انگار همین در همین حد، انگار مثلا خر بچهشو سخت کرده کوچولو افتاده این بقید.